درود بر شما همراهان عزیز. از شما سپاسگزارم که با لایک و کامنت های ارزشمندتون ما رو در بهتر شدن برنامه ها یاری می کنید. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. آیا درگیر آکنه های مختلفی هستید که ریشه‌کن نمی شن؟ شما تنها نیستید. بسیاری از افراد حتی بعد از بلوغ و در سنین میانسالی هم درگیر جوش و آکنه هستند که انواع روش های درمانی طبیعی و دارویی هم در درمان اونها مؤثر واقع نشده. بیماری ها و عوامل متعددی وجود داره که افراد در سنین متفاوت دچار آکنه یا جوش میشن. برخی بیماری ها و عارضه های روتین وجود داره که اکثر افراد جامعه رو در سنین مختلف درگیر کرده و به صورت مزمن و بی علامت و یا کم علامت در بدن وجود داشته. هر بیماری و مشکلی که در بدن وجود داشته باشه میتونه به صورت مشکلات پوستی در ظاهر شما نمایانگر بشه و به نوعی خبر رسانی کنه. از رایج‌ترین این علائم و مشکلات پوستی میشه به جوش و آکنه صورت اشاره کرد، اما این بیماری ها کدومن؟ نشانه های این بیماری ها چی هستند و چگونه باید اونا رو تشخیص داد؟ برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن جهت درمان و از بین بردن جوش و جای اون، لازمه ابتدا منشأ و بیماری درونی که ممکنه زمینه ساز ایجاد این مشکل شده باشه و علت جوش صورت رو پیدا کنیم و بعد به دنبال راه درمان باشیم. هرچند انواع جوش و آکنه به درمان مقاوم هستن و شاید لازم باشه مدت زمانی صرف کنید یا درمان رو کنار بذارید. گاهی هم برخی از انواع جوش ها به سبب یک سری بیماری ها و مشکلات داخلی خاص به وجود میاد و علت مقاومت اونها به انواع درمان انتخاب راهکار درمان اشتباهه، سندروم تخمدان پولیکیستیک. از جمله شایع ترین بیماری زمینه ساز انواع و اقسام جوش در نقاط مختلف صورت میتونه به سندروم تخمدان پولیکیستیک اشاره کنه. این بیماری خاموش درصد قابل توجهی از خانم‌ها رو درگیر کرده و بسیاری از اونها حتی از ابتلا به این بیماری آگاه نیستن. این سندروم در واقع نوع اختلال هورمونی شایع و زنانه به شمار میاد. در خانم‌های درگیر با این سندروم، بالا بودن میزان هورمون مردانه، کاهش هورمون زنانه و قاعدگی‌های طولانی مدت و نامنظم به صورت لکه‌بینی رایجه. به جز این موارد، رشد موی زائد در نقاط مختلف صورت و ریزش شدید موی سر از علائم سندروم پولیکیستیکه. در این شرایط، فعالیت غدد سباسه پوست بیش از حالت معمول وجود داره و این امر زمینه رو برای بروز انواع جوش و آکنه فراهم میکنه. اما چگونه باید تشخیص داد که فردی مبتلا به سندروم پولیکیستیک هست یا نه؟ هیچ جواب قطعی و مطمئنی درباره پاسخ این سوال قبل از انجام آزمایش‌های هورمونی و چکاپ شدن توسط متخصص زنان و متخصص غدد وجود نخواهد داشت. به دلیل اون که همه بیماری‌ها یک سری عارضه و نشانه با خودشون دارن، میشه اونها رو به عنوان پیش آگاهی در نظر گرفت. در این قسمت به نشانه‌های سندروم تخمدان پولیکیستیک خواهیم پرداخت. نکته قابل توجهی که باید اونو در نظر داشته باشید اینه که لازم نیست تمام عوارض رو در بدن خودتون مشاهده کنید، بلکه بروز 2 تا 3 نشانه هم دلیل کافی برای مراجعه به پزشک وجود داره و براتون ایجاب خواهد کرد. این افراد چرخه های قاعدگی بسیار نامنظم، طولانی مدت و دردناکی رو تجربه خواهند کرد و معمولاً کمتر از 8 بار در طول سال عادت ماهیانه رو در پیش خواهند داشت. لکه‌بینی های طولانی مدت و متعدد در روزهای بعد از اتمام چرخه پریودی هم بسیار شایعه. به وجود آمدن موهای زائد و ضخیمی که جلوه چندان خوشایندی هم نداره و سرعت رشد بیشتری نسبت به سایر موها داره، یکی از عوامل درگیری با موهای زائد در اثر سندروم تخمدانی پولیکیستیک و مشاهدات هورمونی در خانم ها رو هایرساتیسم میگن. این موها اکثراً در قسمت بالای لب، چانه، 2 طرف صورت و زیر گلو رشد می‌کنند. اما رشد اونها در صورت متوقف نشده و امکان داره اونها در قفسه سینه و شکم هم به وجود بیان. افزایش وزن تدریجی و ناگهانی از جمله دیگر عوارضیه که
در اثر ابتلا به این سندروم احتمال بروز اون وجود داره. این افزایش وزن معمولاً به راحتی رفع نخواهد شد. تا زمانی که اقدام به درمان و تنظیم هورمون‌ها نشه، ممکنه این افزایش وزن به صورت پیش رونده‌ای با شما همراه بشه. مشکلات بارداری هم از جمله عوارض جدید این بیماری به حساب میاد. و در آخر جوش و آکنه های روی پوست هستند که جوش های صورت در اثر سندروم تخمدان پولیکیستیک به وجود میاد و میتونن در دسته جوش های هورمونی قرار بگیرن و بارزترین نشانه این بیماری به شمار میرن. این جوش ها اغلب به صورت کیستی، زیر پوستی و ملتهب نمایان میشن و گاهی اوقات هم به شکل جوش های سرسیاه و پراکنده در صورت خودشون رو نشون میدن. این آکنه ها معمولاً در ناحیه تی، قسمت چانه و زیر فک نمایان میشن و ظاهراً ملتهبن و اندازه بزرگشون از مشخصترین علائم تشخیص اونهاست. بیماری های کبدی هم یکی از این دلایل میتونن باشن. کبد از اصلی ترین مسیرهای سمزدایی بدن محسوب میشه. تمام سموم و مواد مضری که از طریق خوردن و آشامیدن وارد بدن ما میشه توسط کبد فیلتر و دفع خواهد شد، ولی عدم دفع و تجمع این سموم در بافت کبد به صورت مشکلات پوستی ظاهر میشه. کبد چرب به صورت کلی انواع مشکلات کبدی میتونه باعث بروز انواع جوش و آکنه در پوست صورت بشه. از دیگر نقش‌های مهم کبد در بدن، کنترل متابولیسم چربی هاست. هنگامی که کبد قادر به انجام وظیفه مهم خودش نباشه، غدد تولید کننده چربی در سطح پوست هم درگیر اختلال میشه. و یا نشانه های کبد چرب در بدن، زرد بودن زبان و مشیمیه چشم، احساس طعم تلخ و بدمزه صبحگاهی و تجربه متعدد و پی در پی رفلکس معده، عصبانیت و پرخاشگری غیر قابل کنترل و دچار شدن به تیک عصبی مثل پرش پلک، تجربه خونریزی های شدید در عادت ماهانه، احساس درد و سوزن شدن در ناحیه دست و پا، ریزش مو و از همه مهمتر وجود انواع جوش و آکنه مقاوم به درمان در صورت، پشت کمر و بازوها، جوش و آکنه هایی که در طی بیماری و مشکلات کبدی ممکنه تجربه کنید اندکی با جوش های معمولی متفاوته و با دانستن این تفاوت به راحتی قادر به تشخیص منشأ آکنه های پوستی خود خواهید شد. از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی می کنید از شما ممنونیم. لطفاً نقطه نظراتتون رو با ما در میان بذارید و موارد مورد علاقتون رو کامنت کنید تا در برنامه های آینده به اونها بپردازیم. روزگارتون سرشار از شادکامی و بهروزی. بدرود.